سلام خدمت دوستای عزیزم. 7 توصیه عالی برای خانم‌هایی که موهای کم پشت دارن. اگر شما هم موهای کم پشتی دارید، برای پرحجم نشون دادن موهای نازک خودتون تکنیک‌های ساده و بسیار کاربردی که در ادامه گفته میشه رو انجام بدید. نکاتی ساده برای زنایی که موهای کم پشت دارند. اگر موهای زیادی ندارید یا اگر به نظر میرسه که موهای خودتون رو از دست دادین، ما میدونیم که چقدر این برای شما آزاردهنده است. چند ترفند ساده وجود داره که میتونه موهای نازک شما رو جذابتر کنه. برای داشتن موهای ضخیم‌تر و یا حداقل برای موهایی که ضخیم‌تر به نظر برسن، میتونید برخی از ترفندهای زیبایی رو امتحان کنید تا اونگونه که میخواید به نظر برسید. شماره 1، مدل موی جدید امتحان کنید. اگر موهای شما صاف و شل هستن، یک برش مو جدید میتونه راه حل مناسبی برای مشکل شما باشه. بهترین مدل و برش مو برای این کیس داشتن موهای بلنده. این میتونه بهترین حالت طبیعی برای موهای شما و همینطور نگه داشتن حالت طبیعی در موهای شما باشه. اگر موهای شما از حجم قابل توجهی برخوردار نیست، شما باید از مدل کوتاه استفاده کنید. به علاوه داشتن یک فرم و حجم جدید از مو میتونه به صورت شما نیز یک فری متنوع جدیدی رو بده. یکی دیگر از ایده های خوب برای افرادی که موهای نازک دارن، داشتن موهایی تا انتهای فک هستش. برای داشتن این مدل شما باید جلوی موهای خودتون رو کمی بلندتر و عقب موهاتون رو کاملا کوتاه نگه دارید، چرا که با داشتن لایه های کوچکی در مو باعث میشه موهای شما پرپشت‌تر و حجیم‌تر به نظر برسه. شماره 2، مدل موها و کوتاهی لایه‌ای رو انتخاب کنید. اگر موهایی با طول متوسط دارید و مدل موی کوتاه برای شما مناسب به نظر نمیرسه، میتونید از مدل موی دوست داشتنی لایه‌ای استفاده کنید. با در نظر گرفتن این موضوع که این مدل مو بدون اینکه از طول موهای شما کم کنه، حجم بیشتری رو برای موهای شما فراهم میکنه. لایه بندی ساده تمام نگرانی های شما رو از بین میبره. این برش ساده به طور مؤثر ضخامت موهای شما رو پنهان میکنه. به علاوه این برش مو باعث نشون دادن حجم بیشتری از مو و همچنین حرکت های بیشتری در موهای شما شده که بسیار مهم و حیاتی هستش. شماره 3، حجم دادن به موهای کم پشت. اگر از قبل یک مدل موی کوتاه دارید اما نمیتونید حجمی رو که میخواید به دست بیارید، توصیه میکنیم روش پوش دادن مو رو امتحان کنید. پوش دادن بیشترین میزان حجم مو رو در قسمت بالایی سر شما قرار میده. اگر با این مدل مو آشنایی ندارید، فقط کافیه با یک شونه موهای خودتون رو به سمت فرق سر خود بکشید و در اونجا ثابت نگهشون دارید. این کار به موهای شما یه حجم بیشتر، ضخامت خوب و همچنین مدلی فشن و بروز ارائه میکنه. توجه کنید که برای رسیدن به بهترین نتیجه در این مدل مو از شونه با دندونه های نازک و باریک استفاده کنید. شماره 4، رنگ موی روشن برای موهای کم پشت. فقط با مقدار کمی از روشن کننده ها موهای شما ممکنه روشنتر به نظر برسه. بسته به رنگ اصلی مو و فرم صورت خودتون، رنگ هایی وجود دارن که مسلماً مؤثرترن. به عنوان یک قانون کلی، رنگ های روشن باعث حجیم تر به نظر رسیدن مو میشن نسبت به رنگ های تیره. اگر به رنگ های شیمیایی و مصنوعی علاقه ندارید، میتونید رنگ های طبیعی و زنده تری رو انتخاب کنید. با استفاده کردن از رنگ‌های طبیعی به عنوان یک دارو میتونید به ضخامت موهای خودتون کمک زیادی کنید. شماره 5، فرق وسط رو با فرق کج جایگزین کنید. راه دیگه برای داشتن حجم بیشتر در مو و همینطور پر به نظر رسیدن، تغییر مدل موی خودتونه. مثلا به جای باز کردن فرق، موهای خودتون رو به یه سمت شونه کنید. شاید باور نکنید، ولی این روش ساده کمک میکنه که موهای شما پرحجمتر به نظر برسه. شماره 6، موج و حجم به داد موهای کم پشت میرسه. موج دادن به مو همیشه یکی از بهترین روش ها برای افزایش حجم به شما میره. این روش بسیار ساده و قابل دسترس در همه جا و هر زمان هست. شما میتونید این کار رو با چند آموزش ساده توی خونه انجام بدید.
و ببینید که این روش ساده توی همه شرایط بسیار کارآمده. و شماره 7، محصولات آرایشی مطمئن و استاندارد استفاده کنید. اگر فکر میکنید که محصولات آرایشی هیچ فایده‌ای برای موهای شما ندارن، اشتباه میکنید. برای داشتن حجم بیشتر در موهای خودتون میتونید از محصولاتی استفاده کنید که مخصوص این کار طراحی شدن. قبل از استفاده همیشه حواستون باشه اون محصولاتی که برای مو استفاده میکنید مواد شیمیایی نداشته باشه که به موهای شما آسیب بزنه. و میتونید از مکمل‌های شستشو و کرم‌های مخصوص برای شونه کردن نیز استفاده کنید. دوستای عزیزم، میخوام توی ادامه بهتون روش صحیح پوش دادن مو رو بگم. مرحله اول، تقسیم بندی. با استفاده از شونه مخصوص پوش دادن، پشت موها رو به پهنای 5 تا 7 سانتی متر تقسیم کنید و از تاج سر با حدودی 5 سانتی متر شروع کنید. مرحله دوم، پوش دادن. به آرومی این قسمت از مو رو به عقب و جلو شونه کنید. کلید این کار اینه که نباید با شدت شونه رو به عقب و جلو ببرید، چرا که باعث آسیب و شکستگی مو میشه. در عوض از 7 الی 10 سانتی متر بالای ریشه مو شروع کنید و به آرومی شونه رو به صورت حرکات رو به پایین بکشید و سپس شونه رو بردارید و دوباره از همون قسمت این کار رو تکرار کنید. مرحله سوم، اسپری مو زدن. سپس به قسمت پوش داده شده مقداری از اسپری موی خودتون بزنید. توی این مرحله شاید به موهاتون نگاه کنید کمی دیوانه کننده به نظر برسه، اما مرتبش میکنیم تو مرحله بعدی. و مرحله آخر، صاف کردن. شونه رو بردارید و به آرومی بالای قسمت پوش داده شده رو صاف کنید. اگر فکر میکنید با این کار حجم موهاتون دوباره کم میشه، نوک شونه رو به زیر موهاتون ببرید و کمی بالا بکشید. امیدوارم استفاده کرده باشین از این ویدیو. اگر دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. حمایت کنید. به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.